همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما. کتاب نان و شراب نوشته ایناتسیو سیلونه یک رمان ایتالیایی است که در سال 1936 منتشر شد. با اظهار نظر علی خامنه‌ای درباره این کتاب به یک گاف بزرگ تبدیل شده است، چرا که این کتاب در واقع شرایطی مشابه شرایط فعلی جمهوری اسلامی را مجسم کرده است که به سقوط این رژیم خواهد انجامید و حالا علی خامنه‌ای در نمایشگاه کتاب تهران دقیقاً دست بر روی آن گذاشته است. این کتاب یک رمان ایتالیایی است. به طور عمیق به مسائل اجتماعی، سیاسی و انسانی می‌پردازد و داستانی جذاب و تفکر برانگیز را ارائه می‌دهد. داستان در دوران فاشیسم موسولینی در ایتالیا اتفاق می‌افتد و شخصیت اصلی آن یک انقلابی است که با فساد و ظلم رژیم فاشیستی مبارزه می‌کند. در کتاب نان و شراب سیلونه به بررسی تضاد بین ارزش‌های انسانی و فساد سیاسی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه نظام‌های استبدادی می‌توانند انسان‌ها را از اصول اخلاقی و انسانی خود دور کنند. این رمان تصویری از مبارزات فردی و جمعی برای عدالت، آزادی و کرامت انسانی را به نمایش می‌گذارد. با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی، می‌توان شباهت‌های بسیاری بین موضوعات مطرح شده در کتاب نان و شراب و واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی امروز ایران مشاهده کرد. جمهوری اسلامی هم با چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلفی روبروست. موضوعات فساد، سرکوب، محدودیت‌های آزادی بیان و حقوق بشر از جمله مسائلی هستند که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همه مورد بحث و جدل هستند. همچنین مبارزات مردمی برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران شباهت‌های زیادی با مبارزات شخصیت‌های رمان سیلونه دارد، همانطور که پیترو اسپینا و همرزمانش برای تحقق عدالت و آزادی تلاش می‌کنند. مردم ایران هم در طول دهه‌ها برای دستیابی به حقوق اساسی خود مبارزه کردند. در نهایت نان و شراب به عنوان یک اثر ادبی برجسته می‌تواند به خوانندگان کمک کند تا بهتر به ماهیت نظام‌های استبدادی و چالش‌های مرتبط با آن بپردازند و انگیزه‌ای برای تلاش و حرکت در جهت براندازی چنین نظام‌هایی به مردم می‌دهد. حالا علی خامنه‌ای که بر اساس سنت چندین سالش در 24 اردیبهشت 1403 از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد، در جریان این بازدید ویدیویی از اظهاراتش درباره کتاب نان و شراب منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. علی خامنه‌ای در طول بازدید 3 ساعتش در مقابل غرفه انتشارات نگاه کتاب نان و شراب را در دست می‌گیرد و میگوید این کتاب را در جوانی خوانده است و در ادامه درباره این کتاب میگوید که این کتاب حرف یونانی ها علیه ترک های عثمانی است و تصویر قشنگی از مظلومیت یونانی ها در برابر ترک های عثمانی را تصویر میکند. خامنه ای با وجود اینکه موافقان و بخشی از مخالفانش میگویند در ادبیات سررشته دارد و اهل مطالعه است، اما درباره محتوای این کتاب اشتباه میگوید و از قضا دست روی کتابی گذاشته که به باور همگان و با توجه به محتوای آن با شرایط امروز ایران و جمهوری استبدادی علی خامنه‌ای همخوانی دارد و درباره دوران فاشیسم و همدستی کلیسا با حکومت در ایتالیا است. اشتباه علی خامنه‌ای درباره محتوای کتاب در حالی در مقابل دوربین‌ها و حاضران بیان شد که همراهانش چیزی نگفتند و تاییدش کردند. علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در معرفی این کتاب به رهبر جمهوری اسلامی به گونه ای سخن گفت که در جریان نشر این کتاب با مترجم جدید همکاری کرده است. او همچنین یادآوری کرد که در اوایل انقلاب سازمان تبلیغات اسلامی خواهان تغییر نام کتاب و حذف شراب از عنوان کتاب بوده که با مخالفت خامنه ای روبرو شده است. نکته جالب این است که وبسایت علی خامنه ای هرچند ویدیوی این گفتگو را منتشر کرده، ولی در گزارش مفصلی که به همراه گرافیک و عکس منتشر کرده این بخش از سخنان او را حذف کرده و صرفاً درباره ترجمه ی کتاب نوشته است که کتاب نان و شراب هم از آثار دیگری است که نظرشان را جلب می کند. ناشر با ترجمه فرد دیگری منتشر کرده و آقا می گویند که این رمان را با ترجمه محمد قاضی خواندند و می پرسند این ترجمه با ترجمه مرحوم قاضی فرق دارد یا نه.
قرفه‌دار میگوید ترجمه قاضی مخاطب زمان قدیم را داشت، ولی از وقتی ترجمه جدید را ارائه کردیم استقبال خوبی شده است. حدود 9 دهه از انتشار اولیه کتاب نان و شراب می‌گذرد. در ایران نیز این کتاب برای نخستین بار در سال 45 با ترجمه محمد قاضی، مترجم سرشناس ایران، به فارسی برگردانده شد. این کتاب اولین اثری بود که از سیلونه به فارسی برگردانده شد. انتشار نان و شراب از طریق ناشرانی مانند الفبا، امیر کبیر، زرین و غیره همواره در ایران مورد اقبال بوده است. رمز و رازهای کتاب سیلونه را باید در سطور نوشته ها و داستان های کوتاه و بلندش جستجو کرد، و اینکه با گذشت این همه سال چرا خوانندگان جهانی از جمله در ایران با آن همزاد پنداری می کنند. در کتاب نان و شراب از نظامی سخن به میان می آید که با دروغ و نیرنگ آزادی مردم را سلب می کند. در این میان مردی پاک نیت در میان جنگ و خونریزی می خواهد همانند یک مصلح عمل کند و خیر و نیکی را به مردمش ارزانی کند. منتقدان ادبی آثار و نوشته های سیلونه را همسنگ و همتراز نویسندگانی مانند جورج اورول، نویسنده ی قلعه حیوانات، و آلبرت کامو، نویسنده ی کتاب بیگانه قرار دادند. کتاب نان و شراب طیف وسیعی از جامعه از نظر سنی و طبقاتی را در بر می‌گیرد و هر خواننده‌ای می‌تواند برداشت و تلقی خودش را از این کتاب مهیج به دست بیاورد و پیام رهایی از استبداد، ارج نهادن به آزادی و حق تعیین سرنوشت را در سطور آن احساس کند. در این کتاب صحبت از ایستادگی در برابر فاشیسم دینی و مقابله با همدستی کلیسا و حکومت موسولینی حتی با دستان خالی است و به نوعی می‌خواهد مردم را از گرداب فاشیسم و تندروی و رادیکالیسم دینی نجات دهد. در سطور کتاب نان و شراب نشان می‌دهد که کلیسا باورهای خرافی را ترویج می‌کند و قهرمان داستان تلاش می‌کند تا مردم را از این باورها دور کند و از این غفلت بیدارشان کند و اجازه ندهد که با موعظه‌های کشیشان به خواب بروند. از این رو این کتاب داستان عیسی را بی‌پناهی انسان در مقابل یک نظام دیکتاتوری است و به نوعی تکرار داستان آخرین شام عیسی با حواریون است که مسیح به آنها میگوید بخورید و بیاشامید، این نان من است و این شراب من است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.